روزی ده ها نفر تو دایرکت این از من سوال میپرسن که آقا چطوری میشه جهت پاورقی رو در نرم افزار این از راست به چپ تغییر داد تو این ویدیو میخوام یک بار برای همیشه این مشکل رو براتون حل بکنم بریم که کار رو شروع بکنیم سلام وقتتون بخیر باشه خیلی خوش اومدین به یک آموزش دیگه از نرم افزار این دیزه. ما توی پست جداگونه به طور کامل درباره پاورقی در این با هم دیگه صحبت کردیم اما درباره تغییر جهت پاورقی صحبتی نکردیم ما برای پاورقی هایی که به زبان فارسی هستش از راست به چپ این کارو انجام میدیم ولی برای انگلیسی ها مثلا توی یک صفحه تنهایی پاورقی داریم که میخوایم توی کلمه انگلیسی باشه خب یعنی مثلا اون انگلیسیه این رو بعد از چپ به راست دیزاین بکنیم و یا لیاوتش بکنیم خب خیلی از دانشجوها درباره این ازم سوال میپرسیدن که چطور میشه پاورقی رو جهتش رو از راست به چپ تغییر داد با توجه به اینکه ما فارسی زبان هستیم و فارسی از راست به چپ نوشته میشه ما همیشه میریم سراغ ابزار چی؟ میریم سراغ ابزار می تایپ تو. خب من میرم سراغ این و از اینجا تا اینجا برای خودم یک قاب متنی درست میکنم چون میخوام توی آخر صفحه من پاورقی رو داشته باشم. بعد اینجا من یک متن رو دارم کنترل وی میزنم. خب ناخودا اینجا الان من پاورقی ندارم. مثلا میام توی این قسمت روزنامه. خب اینجا قرار میگیرم میرم سراغ تایپ و اینجا اینزرت فوت نوت رو میزنم. وقتی این کارو میکنم نکنید از راست به چپ این برای من نگارش شده خب مثلا من الان اینجا میخوام بنویسم نیوز پیپر خب تنها یک کلمه انگلیسیه و این باید از چپ به راست باشه نه از راست به چپ میتونم بیام چیکار بکنم میگم خب اینجا رو من میتونم چپ چین بکنم به این صورت وقتی این کار رو انجام میدم نوشتم میره سمت چپ این خط این لاینه که اینجا هستش نمیره اولین راه چیه اینه که من برم توی متنم قرار بگیرم برم سراغ تایپ و اینجا داکیومنت فوت نوت رو بزنم بعدش برم سراغ قسمت لی و اینجا لفت ایندنت رو دارم این رو انقدر افزایش بدم به این صورت خب تا این به سمت چپ بره تا فکر کنم 160 اوکی باشه الان میبینید که به سمت چپ رفت پس این اولین راهه که ما میتونیم فوت نوت رو جهتش رو تغییر بدیم حالا من چند بار کنترل زد میزنم میرم این هم پاک میکنم تا بریم سراغ روش دوم روش دوم هم خیلی کاربردیه حالا اینجا ما به جای می تایپ تول میریم سراغ تایپ تول که برای نوشتن به صورت انگلیسی یعنی چپ راسته من تایپ تول رو انتخاب میکنم دوباره میام قاب متنیم رو از اینجا تا اینجا برای خودم درست میکنم به این صورت و کنترل V میزنم که متنم ظاهر بشه کلمه روزنامه رو پیدا میکنم بعدش میرم سراغ تایپ و اینجا اینزرت فوت رو میزنم حالا میبینیم که نرم افزار این دیزاین به صورت خودکار اومد جهت پاورقی رو تغییر داد چرا اینطوری شد چون من اومدم از ابزار تایپ تول که برای نوشتن از چپ راست، به جای می تایپ تول که برای نوشتن از سمت راست به چپ استفاده کردم البته من بهتون پیشنهاد میدم همیشه از راه اول استفاده بکنید امیدوارم از این ویدیوی آموزشی هم خوشتون اومده باشه حتما من رو توی اینستاگرام به آیدی بیت گرفت دات دیزاین دنبال بکن